دچار چنین مصیبتی شده، مصیبتی که شما زن ایرانی، شما مرد ایرانی، شما جوان ایرانی، شما سالمند و شما حتی کودک ایرانی، از ابتدایی ترین آزادی انسانی برخوردار نیستید. کشوری که برای اولین بار کوروش بزرگ اعلامیه آزادی حقوق بشر رو داده، کشوری که سرمشق فرهنگ و تمدن دنیاست، باید به صورت قهقرایی همانند 14 قرن پیش یا 1400-500 سال پیش اداره بشه. اون هم نه 1400-500 سال پیش خود ایران، شبیه 7000 یا 8000 سال پیش ایران، بیشتر از 7000 سال پیش ایران. 7000 سال پیش ایران حتی متمدن‌تر از اعرابی بودند که اون زمان به ایران حمله کردند، اعراب 1400 سال پیش. خب یک چنین جان باختگانی واقعا جا داره که در همه برنامه ها ازشون قدردانی بشه، از همشون تقدیر بشه. لحظه چشمانتون رو ببندید و ببینید که اینها در راه میهن، در راه آسایش شما از جانشون گذشتند. فکر کنید که آیا خودتون حاضرید این کار بکنید؟ اگر حاضرید، اگر واقعا پیش خودتون، نمیخواد به کسی بگید، در این حرف استوار و راست ایستادید، چرا روزی که 10,000 نفر یا 20,000 نفر یا 50,000 نفر میاد توی خیابون بر علیه این حکومت اشغالگر و ستمگر، شما ساکت میشینید تو خونهاتون میگید اگه پیروز شدن ما هم هستیم، اگر هم نشدن که ما گیر نمی کنیم. بعضی وقتا هم میگید که اگه فرار کردن، میگید اونها دارن فرار میکنن. موقعی که نیروهای سرکوبگر و اشغالگر به اینها حمله کردن، شما حتی اینا رو میدید لو هم میدید، به خاطر اینکه حکومت از شما مثلا قدردانی بکنه. چه قدردانی؟ کدام قدردانی؟ وعده های دروغ. حکومتی که از روز اول با دروغگویی روی کار اومده و هر روز داره به شما دروغ میگه. اول کار خمینی گجستک به شما گفت آب و برق رایگان، 27-28 سال بعد احمدی نژاد گجستک اومد گفت آب و برق رایگان، دوباره نفت رو میارم سر سفره‌هاتون، و شما مردم پذیرفتید. من دلایل بسیاری دارم برای اینکه فکر کردم باید گوشه های پنهان تاریخ ایران رو به آگاهی شما بینندگان گرامی برسونم، به شما مردم ایران نشان بدم که چرا ما هر از گاهی دوچار یک فتنه ای میشیم، فتنه ای که بیگانگان درست میکنن. چرا ما مرتب کشورمون دچار آشوب میشه؟ چرا هر وقت که یک ایرانی پاک نژاد میهن پرست میاد و کشور رو میخواد به سمت جلو ببره، به سمت پیشرفت و ترقی ببره، به سمت تمدن ببره، گرفتار چنین آشوب ها و فتنه هایی میشه؟ و مردم هم شوربختانه همکاری میکنن، مردمی که ناآگاهن، مردمی که تاریخ رو نخوندن، یا اگر خوندند تاریخ واقعی رو نخوندند. یک عده خود فروخته اومدن و تاریخ رو وارونه به اینها نشان دادن. داستان ما مثل داستان اون شیادیه که در کتابهای درسی خوندیم که مار رو میاد به جای اینکه با میم الف ره بنویسه شکلش رو میکشه. یعنی کاری که در زمانی که بشر خط رو هنوز اختراع نکرده بود، نوشتن رو اختراع نکرده بود، چند هزار سال پیش در غارها انجام میداد، همون کار رو انجام داده. و این شیادی است، این مردم فریبی است، این فریبکاری است. میان به شما یک کسی رو که مأمور بیگانه، جاسوس خارجی بوده، این رو ملی معرفی میکنن، ملی میهن پرست رو به شما خائن معرفی میکنن.
حقایق رو وارونه میگن، شکل مار رو میکشن میگن این ماره. من میخوام به شما بگم که شمایی که دانش دارید، سواد دارید، میدونید مار رو باید با میم و الف و ر نوشت. شما این دانش رو دارید، فقط توجه بهش نمی کنید. البته شما که میگم همه شما رو نمیگم. بین شما بینندگان کسانی هستند که خیلی هم زیادند، که من شاگرد اونها هستم، دانش آموز اونها هستم. ما اینجا برای پیدا کردن و نشان دادن گوشه های پنهان تاریخ اومدیم. من قصد علم فروشی ندارم. خودم رو نه دکتر میدونم، نه دانشمند میدونم، نه باسواد میدونم. فقط یه آدمی هستم که راست میگم، حرف ها رو در پرده نمی پیچم. یک لوری هستم که با شما لوری صحبت میکنم. دلم میخواد که شما واقعیت ها رو ببینید. دلم میخواد شما ببینید در فاصله 25 مرداد ماه تا 28 مرداد ماه چه اتفاقی افتاده. دلم میخواد بدونید که این مصدق و سلطنه ای که به شما معرفی کردن که این یک فرد ملی است، واقعا چنین چیزی نبوده. دلم میخواد بدونید که این که مرتب به شما میگن که اومدن رژیم جمهوری اسلامی یا حکومت اسلامی گناهش رو گردن شاه میذارن، چنین چیزی نیست. پای گذار حکومت اسلامی مصدق و سلطنه بود. اگر شما امروز گرفتار خمینی گجستک هستید و نسل جوان امروز ایران نمیدونه یا اجازه ندادند که این آگاهی رو پیدا کنه که چه کسی این بلا رو به سرش آورده، بدونه که این بلا رو نخستین بار اولین سنگ بناش و پی این رو مصدق و سلطنه ریخت، جبهه ملی ریخت. اونها با کارهایی که کردن تصمیم داشتن سال 32، یعنی 25 سال زودتر، همین جمهوری اسلامی، همین نکبت، همین بدبختی و همین بحران رو بر سر شما مردم ایران بیارن. منتها در اون موقع کسانی بودند که آگاهانه اومدن جلوی این حرکت رو گرفتن، در رستاخیز 28 مرداد ماه که فردا هست شرکت کردن. فردا سال روز 28 مرداد ماهه که در سال 1332 نیروهایی که به شما خواهم گفت کیا بودند، ولی نخست اجازه میخوام درودی بفرستم به روان شعبان جعفری، آن ایرانی میهن پرستی که انگار زندگیش با 28 مرداد ماه پیوند خورده بود. در 28 مرداد ماه تبدیل به یک چهره شناخته شده ای شد، یک ورزشکار، یک ورزشکار معمولی. و در 28 مرداد ماه سال گذشته، ببینید چقدر شگفت انگیزه، در 28 مرداد ماه سال گذشته از این جهان رخت فرو بست.